با بابک اسحاقی خبرنگار ما از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، چه بیشتر میدونیم از آخرین رایزنی ها درباره آتش‌بس و احتمال تاثیر اون با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل؟ فری، با چشم ها به فردا دوخته شده و نشستی که قرار هستش در دوحه برگزار بشه، در اسرائیل میگویند شاید این آخرین فرصتی باشه برای رسیدن به توافق آتش بس، با آنکه نه حماس و نه خود اسرائیل زیاد ابراز خوشبینی نکردند، اما ایالات متحده و میانجی ها میگویند که این بار تلاششون را خواهند کرد تا بالاخره به آتش بسی که امید و آرزوی مردم غزه و همچنین گروگان هایی که در دست حماس هستند هست برسند. اما به گفته نشریه واینه، در حالی که آماده سازی برای نشست سران در دوحه ادامه داره، مقامات دیپلماتیک ارزیابی میکنند که بین واکنش جمهوری اسلامی به ترور اسماعیل هانیه و مذاکراتی که قرار هست فردا آغاز بشه هیچ ارتباطی وجود نداره. یکی از منابعی که با شبکه CNN هم گفتگو کرده گفته که مذاکرات برای آتش بس مانع از واکنش جمهوری اسلامی به ترور هانیه نخواهد بود. پیش از این مقامات ارشد ایرانی که با خبرگزاری رویتر صحبت کرده بودند گفته بودند که آتش بس ممکن است واکنش به ترور را به تأخیر بیاندازه، اما نمیتونه اون را به طور کامل متوقف بکنه. منابع دیپلماتیک بر این باورند که جمهوری اسلامی نمیتونه بیش از این برای واکنش صبر بکنه و این واکنش را حال به هر صورتی انجام خواهد داد در روزهای آینده. در همین حال پل هوایی دولت بایدن به خاورمیانه هم آغاز میشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه به اسرائیل، مصر و قطر سفر میکنه. البته گفته شده که ممکنه که سفر به تاخیر افتاده باشه. بیل برند رئیس سازمان CIA هم به قطر میره. اما از سوی دیگر اماس هوخشتین نماینده ویژه جو بایدن در خاورمیانه هم به لبنان سفر خواهد کرد. روابط خوبی با لبنانی ها داره و میتونه در اونجا برای کم کردن تنش ها تلاش بکنه. همه این اقدامات در تلاش فشرده کاخ سفید هستش برای یافتن راه های جهت بستن توقف و همچنین متوقف کردن و کاهش تنش های منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان. همونطور که گفتی کانال 11 هم میگوید که واسطه ها به اسرائیل پیام دادن که حماس قصد داره که در روز پنجشنبه به مذاکرات در قطر بپیونده. پیش از این گفته شد، خود حماس در بیانیه‌ای گفته بود که در این نشست شرکت نمی‌کنه، اما وال استریت جورنال میگه که حماس شرایطی داره برای شرکتش و حماس اصرار داره که طرحی که جو بایدن همان روز اول با اون توافق کرده باید مبنای توافق باشه و اسرائیل اجازه هیچ گونه تغییراتی در اون نداره. اما اسرائیل به طور مثال میگوید در زمانی که جو بایدن این توافق را ارائه کرده بود، اسرائیل هنوز در کوریدور فیلادلفی نبوده و کوریدور فیلادلفی جزی از این توافق نیستش، جایی که اسرائیل تلاش میکنه که سلطه خودش را بر اونجا ادامه بده. در کنار اون، همانطوری که گفتم، با آنکه گفتگوها و تلاش‌ها همچنان ادامه داره، هنوز در اسرائیل منتظر واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن هانیه و همچنین کشته شدن فؤاد شکر رئیس ستاد نظامی حزب الله در بیروت هستند. متشکرم بابک، ما رو در جریان آخرین تحولات در این زمینه قرار دادی. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما بود.